ابراهیم یزدی میگوید در خبرها شنیدم که ترکیه به تمام کارخانه ها و مراکز اقتصادی کشور مطبوعش دستور داده که اگر کارگر ایرانی برای حمالی استخدام کنید 30,000 لیر ترک جریمه میشه و به زندان میفته. بی اختیار دلم گرفت. به یاد روزی افتادم که دانشجو بودم، هر تابستان میتوانستم از اروپا یک ماشین بخرم، سوارش بشوم و بدون گمرک و هیچ هزینه‌ای به همان سیستم کشور هویدا بازگردم. به هر کشوری که میرفتم من ایرانی ویزا سر خود بودم، چون پاسپورت ایرانی داشتم. و وقتی به ترکیه میرسیدم کشور مخروبه‌ای بود که بچه‌هایش بر بلندی به ماشین من سنگ می‌زدند. پلیس برای گرفتن یک پاکت سیگار به من التماس می‌کرد و دختران ترک در استانبول به من می‌گفتند افندی، تا ترغیب شوم از مغازه آنان سوغاتی بخرم و به کشورم بازگردم. در تمام مسیر راهم که 2,000 کیلومتر آن از خاک ترکیه بود، همش نگران بودم از کشوری که مردمش هنوز با گاری و درشکه تردد می کنند، چگونه مرسدس بنزی را که از کمپانی دنزل در وین اتریش خریده بودم به سلامت عبور دهم و پس از رسیدن به ایران نزد کدام صافکار و نقاش اتومبیل بروم که سنگهای کوبیده بر ماشینم را صاف و رنگ کند. ترکیه دهکوره‌ای بود که گذر از آن تمام دشواری راهم بود. از آن روز تا به امروز که 40 سال گذشته چقدر حقیر شدم. کاش هویدا زنده بود و از آن سیستم می گفت. هویدا بیرحمانه اعدام شد.